بانک فلاحزاده از همه اسامی 280 نفری که به گفته او اسرائیل ترور کرده نام نبرد، اما از پیش از استقلال اسرائیل، یعنی کشته شدن عز الدین القسام در سال 1936 به دست انگلیسی هایی که در اون موقع قیومیت اسرائیل را به دست دارن، فلاحزاده شروع کرد و اون را به اسرائیلی ها نسبت داد تا آخری اون هم که شیخ دکتر اسماعیل هنیه بود و از اشخاص دیگر هم مانند شیخ یاسین تا مقنیه نیز نام برد. همه این صحبت ها در زمانی به وقوع می پیونده که اتفاقا از تهدیدات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل کاسته شده. رسانه های اسرائیلی به نقل از مقامات آمریکایی میگویند که به نظر میاد که هشدارهای ایالات متحده در هفته گذشته بسیار عملی بوده و جمهوری اسلامی حداقل یا واکنش بزرگ خودش را به تعویق انداخته یا در حال حاضر از اون صرف نظر کرده. دیروز هم واشنگتن پست گفت که به نظر میاد که به خاطر مشکلات بزرگ داخلی این واکنش در حال حاضر منتفی هستش. اما محمد رضا فلاحزاده در مراسمی که بعد از عملیات روز جهانی مساجد برگزار کرد گفتش که در طوفان الاقصا، یعنی در 7 اکتبر، در حقیقت کل رژیم صهیونیستی به گفته او فرو ریخته و بعد از این عملیات فرماندهی رژیم اسرائیل به دست آمریکایی‌ها افتاده و اکنون آمریکایی‌ها هستند که اسرائیل را مدیریت می‌کنند تا اوضاع آرام بشه. به گفته او جریان‌های مقاومت در حال حاضر وارد میدان شده اند و مناطقی که آمریکا و اسرائیل در اختیار داشتن را در دست گرفتن و اونجا میمونن تا وقتی که بمباران اسرائیل و جنایت‌های اسرائیل به پایان برسه.